روز بخیر باشد بینندگان عزیز، چون همیشه در همین وقت سرخطی رویدادهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. امروز 22 یولی از آن میگویم که رستم امام علی دستور داده است فوراً رانندههای نقلیات مسافرکشانی ام کرده شوند. اعلان برای مهاجران. در حالی که در مسکو رید جریان دارد، مرکزی سخر و گفته است اکنون برای پتنت میتوان آنلاینی نوبت گرفت. در تاجیکستان پولهای نو را به معاملات میبرارند و خبرهای دیگر نیز پیشنهاد میکنیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات مرکزی آب و هواشناسی کشور درباره هوای نامساعد در چند روز آینده هشدار می‌دهد. به گفته کمیته، تا روز 25 ایول بنابر بلند رفتن حرارت هوا در مناطق کوهی توبه مرکز، ولایت سغد و قسمت غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان احتمال فرآمدن سیل وجود دارد. بنابر این، از ساکنان دعوت شده است که از احتیاط کار گرفته به جمع‌آوری هیزم و چوروچرانی نروند. در همین حال صبح 22 ایول مقامات چین گزارش دادند که شماره قربانیان بارون و سیل روز گذشته در ولایت مرکزی هنان با 33 نفر برابر شد و بارون بدون توقف ادامه دارد. در نتیجه بارون های پی در پی روز 22 ایول پایگاه های مترو و کوچه های شهر ژنگو ولایت هنان زیر آب ماندند. شهر از نیروی برق محروم شد. گروه های نجات مردم منطقه های آفت زده را به منطقه های امن کوچ میدهند. صبح امروز با فرمان پرزیدنت تاجیکستان قسمهای نظامی در سراسر کشور به پا خواستند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی تاجیکستان، این سنجش با بانگ خطر در محل‌های معین شده دایر گردید و در آن 100 هزار نیروهای انتظامی و 130 هزار نفر افسران و سربازان ذخیروی شرکت کردند. همچنین گفته می‌شود 20 هزار نفر سرباز و افسر هیئت ذخیروی برای پرگردانی قسمهای عربی سرحدبان به منطقه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان فرستاده شدند. ارتش تاجیکستان در شرایط آمادگی جنگی خود رو می سنجد که نگرانی ها از وضعیت مرزی افغانستان روز به روز بیشتر می شود. بخصوص بعد از آن که گروه طالبان اکثر مناطق هممرز با تاجیکستان را تصرف کرده است. امام علی رحمان روز 5 ایول سپارش داده بود که 20 هزار افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان فرستاده شوند. شهردار دوشنبه طلب کرده است که رانندگان همه نمود نقلیات مسافربر در پایتخت علیه کووید 19 به طور عاجلی ام کرده شوند. این مسئله هفته جوری در رفت مجلس شهری وابسته به مبارزه با بیماری کرونا ویروس مطرح گردید. رستم امام علی از مقامات حفظ حقوق و ریاست تندرستی تقاضا کرده است که نظارت را در جایهای جمعیتی و داخل نقلیات برای پوشیدن نقاب سخت‌تر نمایند. یکی از دیگر طلب شهردار جلوگیری از برزیوت سوار کردن مسافران در نخلیات جمعیتی پایتخت بوده است که وضعیت به این هم مشکل اپیدمیولوژی را میتواند باز هم وزنین تر کند. دیروز پس از اعلان گوشه‌نشینی شش روزه کوچه های پایتخت ایران خالی شدند. گفته می شود که تهران با موج نوی سرعت کرونا ویروس مواجه شده است. با دستور مقامات در این مدت اکثر اداره ها باید بسته باشند تا موج سرعت شکل دلتا کرونا ویروس سوس شود. منصبداران ایرانی معلومات بی پایه و اساس در شبکه‌های اجتماعی را دلیل توجه کمی مردم به مایکوبی می نامند. ولی به نظر می رسد که کمبود واکسن هم امکان دارد سبب این حال باشد. از این جاست ایرانی ها به ارمنستان همسایه برای گرفتن واکسینه می روند. کمبود جدی واکسین ضد کرونا ویروس در ایران شماری از ساکنان این کشور را برای سفر به ارمنستان وادار نموده است. آنها امکان دارند در شهر یریوان بی پول واکسینه بگیرند. در سراسر ایران نوعی دلتا کرونا ویروس پهن شده است و از این رو ایرانی های بیچاره خود را تا ارمنستان رسانده در این جمهوری قفقاز جنوبی واکسینه می گیرند. طبق قانون های ارمنستان، خارجیان بی پول با واکسینه استرازنیکا مایکوبی می شوند. بر پایه آمار سازمان وان وولد، میزان سرایت کرونا ویروس در ایران یکی از بلندترین ها در خاور میانه به شمار می رود و در جمهوری اسلامی همگی 2% اهالی واکسینه ضد کرونا ویروس گرفته است. شماره داوطلبان ایرانی واکسینه چنان زیاد شد که مقامات ارمنستان نتوانستند به یک بارگی همه را مایکوبی کنند. در صحبت با خبرنگار رویترز، بعضی سیاهان ایرانی گفتند که چند روز به این طرف نوبت خود را می پایند.
آنها چند پایگاه مایکوبی دارند ولی ما در برای جای آن معلومات نداریم. از این رو همه به مرکز شهر می آیند و در اینجا نوبت بزرگ است. اداره سیاحی ارمنستان می گوید در طول 3 ماه گذشته شماره سیاحان ایرانی تخمیناً 2 برابر بیشتر شده، ماهانه به 9000 نفر رسید. پاندمی بهترین سبب برای رشد توریسم نیست، ولی با نظر داشت وضع امروزه شرکت های سیاحی باید امکان گرفتن واکسینه را با برنامه سفر سیاحان همراه کنند. از اینجاست که حکومت ارمنستان هم سیاست مایکوبی خارجی ها را بازبینی نموده، تاکید کرد که سر از 15 ایول فقط خارجیان حق گرفتن واکسین بی پول استرازنیکا را پیدا می کنند که بیش از 10 روز را در ارمنستان سپری کنند. سازمان جهانی تندرستی 19 ایول گزارش داد که در ایران تا کنون بیش از 3.5 میلیون نفر گرفتار کرونا ویروس و یا کووید 19 شده. این بیماری حیات 87161 ساکن ایران را از بین برده است. ارمنستان با استفاده واکسینه های روسی سپوتنیک وی، واکسینه چینی کرونا واک و استرازنیکا اروپایی اجازت داده است. بر پایه معلومات وزارت تندرستی ارمنستان در این کشور تا امروز همگی 36550 نفر ضد کرونا ویروس واکسینا گرفتند. شما سرخطی رویدادها رو تماشا دارید و مجران عزیز توجه کنید به اعلان های ما. خبرگزاری روسی لینتا رو می نویسد که در مسکو تحت عنوان مهاجی رید های گسترده راه اندازی شدند. در دایره این چورابینی مقامات حفظ حقوق پایتخت همه روز چندین مهاجر اساساً شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان را به شعبه پلیس آورده آنها را از قید می گذرانند. مهاجران را عکس برداری می کنند، ایزی انگشت می گیرند و معلومات درباره آنها را در بایگانی جایگیر می کنند. پلیس می سنجد که آیا این افراد در زن و زنی هفته گذشته در نزد متروی کوزمین که شرکت داشتند یا نه. کاربران رادیوی آزادی هم می گویند بعد زن و زنی گروهی زادگان آسیای مرکزی در شب 12 ایول با استیلا شکار مجرون آغاز یافته، بازداشت آنها در جای کار و راه و حتی مغازه و ایستگاه ها صورت می گیرد. مرکز مهاجرت ساخر و در مسکو برای مهاجران خدمات نوبتگیری آنلاینی رو راه اندازی کرده است. ماموریت این مرکز روز 21 ایول در یک بیانیه در سامانه رسمیش نوشت از این به بعد مهاجران کاری برای گرفتن پتنت و یا دیگر سندهای بودوباش در روسیه می توانند آنلاینی برای خود نوبت بگیرند و در ساعت معین شده برای سپردن حجت ها و همین گونه برای دریافت آن به مرکز حاضر شوند. جوری شدن این خدمات در حالی است که قبلاً مهاجران برای دریافت پتنت و دیگر سندها ساعت‌های دراز مجبور بودند در نزد مرکزی ساخر و نوبتپویی کنند. ماه گذشته حالت‌های پخش یکدیگر در نوبتپویی‌ها و کالتاکوب شدن مهاجران از سوی ناظران پلیس نیز جای داشت. بانک ملی اعلان کرد که پول های کاغذی ارزششون 20 و 50 سومونی نمونه سال 2021 رو به معاملات می برارد. هدف از این تامین نمودن طلبات با پول نقدی و بلند برداشتن درجه حمایه پول ملی معنی داد شده است. به گفته بانک ملی پول های نو در قطار پول های کاغذی نمونه سال های 1999، 2010، 2017 و 2018 که در معاملات موجودند برابر گردش خواهد کرد. همچنین تاکید شده است که درجه حفاظتی پول های نمونه نو بلند بوده از آمیخته نخ پخته و مواد کیمیاوی پلیمر آماده شدند. اکنون برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدم. بانک ملی برای امروز 22 ایول 1 دلار و 11 سومونی و 32 درم و 1 یورو 13 سومونی و 33 درم تعیین کرده است. امروز 1000 روبل روسی 151 سومونی و 90 درم مقرر کرده است. دوستان عزیز، خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه 3 ساعت پس در برنامه اخباری آزادی تقدیمتان خواهم کرد. تا ملاقات نوبتی خود را احتیاط کنید و برای کار.